وقتی که آنیتا 27 ساله شب بر نمیگرده خونه پدر و مادرش خیلی نگران نمیشن بالاخره دخترشون بالغ شده بوده و جای نگرانی نداشته فکر میکنن که احتمالا خونه یکی از دوستاش مونده و فردا برمیگرده صبح که از خواب بیدار میشن و میبینن که دخترشون هنوز بر نگشته هم باز نگران نمیشن اما وقتی میترسن و نگران میشن که متوجه میشن آنیتا سر کارش هم نرفته اینجاست که زنگ میزنن به پلیس و گزارش گم شدن دخترشون رو ثبت میکنن. اینجا نقطه شروع پرونده جنایی امروزه. با من همراه باشید. سلام من امینم و به یک ویدیو دیگه از چنل فیکشن خوش اومدید. اگر این اولین باره که دارید چهره من رو میبینید باید بگم که ما اینجا و توی کانال فیکشن میریم سراغ پرونده های جنایی واقعی. اگر به این سبک و سیاق از ویدیو علاقه دارید همین الان زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید زنگوله کنارش رو هم یادتون نره که روشن بکنید تا هر بار که ما یه ویدیو جدیدی آپلود میکنیم نوتیفش براتون بیاد بتونید بیاد همینطوری داغ داغ ویدیوها رو تماشا بکنید تا یادم نرفته این نکته رو هم یادآوری بکنم که حتما این ویدیو رو لایک بکنید که لایک کردن شما باعث میشه که این ویدیو بیشتر و بهتر توی یوتیوب بچرخه و قاعدتا آدمای بیشتری تماشاش بکنن برای اینکه پرونده امروز رو شروع بکنیم باید بریم به استرالیا باید همراه بشیم با خانواده لینچ و کاراکتر اصلی پرونده امروز یعنی آنیتا لینچ آنیتا در 2 نوامبر 1959 در نیو سولت ولز استرالیا در یک شهر کوچیک به اسم بلک تاون به دنیا میاد. یک خانواده چهار نفره بودن اسم پدر و مادرش گری و گریس بود و یه خواهر کوچکتر هم داشت به اسم کاسرین. کودکی خیلی نرمالی رو آنیتا پشت سر میذاره خانوادش خیلی سخت کوش بودن و البته رابطه خیلی خوبی هم با بچه هاشون داشتن رابطه آنیتا با آبجیش هم خیلی خوب بود اصلا میشه گفتش که کاثرین الگوی زندگی خودش رو آنیتا قرار داده بود به خاطر اینکه آنیتا خیلی اهل مد و فشن و استایل کردن و اینا بود خیلی هم خوشگل بود و کاثرین یه جورایی اصلا شیفته آنیتا بود هر کاری که خواهر بزرگترش انجام میداد اون هم تقلید میکرد خود آنیتا هم گفتم خیلی دختر خوشگلی بود و در سال 1979 وقتی که به عنوان دختر شایسته انتخاب میشه همه فکر میکنن که آنیتا دیگه قرار مدل بشه به واسطه اینکه خب خیلی به فشن علاقه من بود خیلی خوشتیب میگشت لباسهای خیلی خوب انتخاب میکرد الان هم که دختر شایسته شده بود دیگه همه فکر میکردن که آینده شغلی آنیتا قراره که توی مدلینگ بگذره ولی پدر و مادر آنیتا میگفتن که آنیتا در کنار این ظاهر زیبایی که داره خیلی هم باطن قشنگی داره یعنی یک ظاهر زیبا در کنار روح زیبا در کنار شخصیت زیباست که آنیتا رو شکل میده همین باطن زیبا باعث میشه که آنیتا قید مدل شدن رو بزنه و یک کاری رو به عنوان شغل آینده انتخاب بکنه که درش بتونه به مردم کمک بکنه مادرش پرستار بوده و دخترش هم پا میذاره جاپای مادرش و میره در کالج رشته پرستاری خوندن توی بیمارستان سیدنی شروع به کار میکنه همونجا درس میخونده و کار هم میکرده همکاراش خیلی شیفته یا آنیتا شده بودن میگفتن که اون بیمارها رو فقط به چشم مریض نمیبینه سعی میکنه که باهاشون ارتباط بگیره بشناستشون باهاشون حرف بزنه و فقط اونها رو به عنوان یک بیمار نمیبینه که باید بهشون رسیدگی بکنه همین اخلاق خوب همین رفتار خوب آنیتا باعث میشه که توی محل کار خیلی از همکارا علاقمند باشن به آنیتا و یکی از این همکارهایی که داشته یک پسری بوده به اسم جان کابی جان کابی یه چند سالی از آنیتا بزرگتر بوده و توی همون بیمارستان پرستار بوده هم رشته بودن همکار بودن و جان از همون نگاه اول شیفته ی آنیتا شده بوده هم ظاهره خیلی قشنگ و هم باطنه خیلی قشنگ اینها باعث میشه که جان پیش خودش فکر بکنه که خب من هیچ شانسی در برابر این دختر ندارم میدونی یه جورایی روش نمیشده بره جلو و پیشنهاد بده ولی بالاخره دل رو میزنه به دریا میره جلو پیشنهاد میده اینها ی... یکی دو تا دیت با همدیگه میرن و به نظر میاد که رابطه شون قراره که خیلی جدی پیش بره همین اتفاق هم میفته بعد از چند تا دیت رفتن میبینن که چقدر شبیه همدیگه چقدر اخلاقاشون به همدیگه میخوره و شروع میکنن با همدیگه قرار بزن. داشتن. این قرار گذاشتن ها ادامه پیدا میکنه با همدیگه یه خونه می گیرن با هم زندگی میکنن و 1981 جان به آنیتا پیشنهاد ازدواج میده در واقع ازش خواستگاری میکنه و با همدیگه نامزد میکنن یک سال بعد هم با همدیگه ازدواج میکنن به طور رسمی عروسی میگیرن و آنیتا لینچ فامیلیش رو به آنیتا کابی تغییر میده دیگه همه چیز برای اینها خیلی خوب بوده یه مقداری که از ازدواجشون میگذره تصمیم میگیرن که بچه دار بشن و خانوادهشون رو تکمیل هم بکنن همون 1982 که اینها ازدواج کرده بودن آنیتا باردار میشه ولی خب متاسفانه بچهش سخت میشه این سخت جنین باعث میشه که آنیتا یه مقداری از لحاظ روحی به هم بریزه خیلی امید بسته بوده به اینکه الان بچه دار میشن یک خانواده تشکیل میدن و این اتفاق باعث میشه که آنیتا یه ذره از نظر روحی تضعیف بشه وقتی که جان میبینه که همسرش اینطوری شکست خورده است و انقدر غمگینه و داره افسرده میشه میگه که بیا بریم مسافرت یک مسافرت چند روزه بریم کار رو ول کنیم یکم روحیمون تازه بشه و دوباره برگردیم آنیتا از بچگی دلش میخواسته که برن اروپا رو بگردن بره ایتالیا روم رو ببینه خیلی دلش میخواسته که روم رو ببینه جان همین اتفاق رو رقم میزنه با همدیگه سوار هواپیما میشن برای یک مدت یک ماهی سفر میکنن به اروپا میرن ایتالیا رو میبینن و آنیتا خیلی بهش خوش میگذره توی اون سفر جان خودش میگه که آنیتا انقدر توی اون سفر خندید و انقدر بهش خوش گذشت که وقتی برگشتیم من فکر کردم که دوباره اوضاع قرار مثل روز اول بشه وقتی که برمیگردن جان به آنیتا میگه که بیا دوباره تلاش بکنیم برای بچه دار شدن و دوباره آماده بشیم که یک خانواده ای رو برای خودمون بسازیم ولی آنیتا هنوز آماده نبوده هنوز حاضر نبوده که دوباره این ریسک رو بکنه باردار بشه و حالا یه وقتی خدایی نکرده بچهش سخت بشه یه چند سالی به همین منوال میگذره سه چهار سال میگذره و هر بار که جان پیشنهاد میداده به آنیتا که بیا دوباره تلاش بکنیم برای بچه دار شدن تلاش بکنیم برای اینکه خانوادهمون رو بزرگتر بکنیم آنیتا میگفته که من هنوز آماده نیستم همین اختلاف نظر باعث میشه که یک مقدار این زن و شوهر از همدیگه فاصله بگیرن 1985 ترجیح میدن که یک مدتی از همدیگه جدا زندگی بکنن تا بتونن افکار خودشون رو جمع جور بکنن آماده بشن برای اینکه دوباره برگردن و پایه های زندگیشون رو مستحکم از نو بسازن و تصمیم میگیرن که 6 هفته هر کی جداگانه زندگی بکنه برای خودش یعنی از هم دیگه طلاق نگیرن و یک فاصله ای از هم بگیرن این قرار و مدارشون رو هم عملی میکنن آنیتا بر میگرده خونه پدر و مادرش جان هم خونه ای که اجاره کرده بودن رو پس میده بر میگرده پیش پدر و مادرش تا 6 هفته اینها بتونن تنهایی فکر بکنن توی تنهاییشون تلاش بکنن برای اینکه زندگیشون رو از نو بسازن بعد 6 هفته یعنی بعد از اینکه قرارشون تموم میشه هر دو با هم میرن به یک تعطیلات دریایی کنار ساحل و خیلی هم بهشون خوش میگذره به نظر میومده که تونستن مسیرشون رو پیدا بکنن و آمادن که دوباره برگردن سر خونه زندگیشون و این زندگی که حالا یه مقداری با اختلاف نظر همراه بوده و یه مقداری سست شده بوده رو از نو با همدیگه بسازن ژانویه 1986 این تعطیلات دریایی رو میرن و قرار میشه که برگردن پیش هم دیگه ولی چون خونهشون رو پس داده بودن یه دو سه هفته زمان لازم بوده که بتونن یک خونه جدیدی پیدا بکنن و برن اونجا مستقر بشن ولی توی همین یکی دو هفته توی فوریه 1986 یک اتفاقی میفته دوم فوریه 1986 مثل همه روزهای دیگه آنیتا ساعت هفت صبح از خونه میاد بیرون و میره به محل کارش شیفت بوده توی بیمارستان و شیفتش تا ساعت سه و نیم بعد از ظهر ادامه داشته بعد از اینکه شیفتش تموم میشه با یه سری از همکاراش تصمیم میگیرن که برن بیرون یه چیزی بخورن و یه ذره دوره هم باشن خوش بگذرونن میرن به یک رستوران لبنانی یه چند ساعتی رو اونجا وقت میگذرونن غذا میخورن میگن میخندن خوشو بش میکنن و دیگه تقریبا ساعت نزدیکای نه بوده که از اون رستوران میان بیرون دوستا و همکاراش آنیتا رو میرسونن به ایستگاه قطار مرکزی سیدنی تا اون سوار قطار بشه از سیدنی برگرده به بلکتاون همون شهری که پدر و مادرش اونجا زندگی میکردن سوار قطار میشه آنیتا و تلاش میکنه توی قطار زنگ بزنه به پدرش که بیاد توی ایستگاه بلاکتان دنبالش و برش گردونه بخونه اما حالا یا موبایلش آنتن نداده یا گوشیش خاموش شده نتونسته بوده زنگ بزنه به پدرش پیش خودش فکر میکنه که خب من برسم نزدیکای دهه بیا تاکسی میگیرم با تاکسی میرم خونه مامان بابا حال اشکالی نداره که نتونستم با بابام تلفنی صحبت بکنم میرسه به بلک تاون نزدیکای ده بوده یه مقداری هم شاید از ده گذشته بوده از قطار پیاده میشه میاد بیرون ایسکا ولی میبینه که هیچ تاکسی نیست بچه اون محل بوده دیگه اونجا بزرگ شده بوده و تمام کوچه پس کوچه های اون محله رو میشناخته میگه که پیاده میرم یه نیم ساعت راه تا خونه مامان بابا نیم ساعت رو پیاده میرم بالاخره میرسم دیگه منم که بلدم کجا میانبر بزنم که سریعتر بخوام برسم به خونه شروع میکنه به راه افتادن راه میافته تا برسه به خونه پدر و مادرش یعنی گری و گریس ولی خب متاسفانه هیچ وقت نمیرسه وقتی که دمدمای نصف شب میشه پدر و مادرش میبینن خبری از آنیتا نشد خیلی نگرانش نمیشن چون بالاخره بچهشون مستقل بوده ازدواج کرده بوده 27 سالش بوده و میگن که شاید خونه یکی از دوستاش مونده و شب برنگشته شب رو میخوابن فرد صبحش که بیدار میشن مادرش میره در اتاق آنیتا رو باز میکنه میبینه هنوز دخترش نیومده باز هم نگران نمیشه طبق تصور قبلی که داشتن میگن احتمالاً مونده خونه دوست داشت دیگه بعد از ظهر هم قرار سیدنی بره سر کار احتمالاً دیگه برنگشته خونه بعد از ظهر شیفت آنیتا شروع میشده وقتی که اصر از بیمارستان زنگ میزنن به خونه پدر و مادرش که دخترتون امروز نیومده سر کار اینجا دیگه پدر و مادرش نگران میشن به خاطر اینکه اصلا توی کاراکتر آنیتا این وجود نداشته که نره سر کار خیلی کارش رو جدی گرفته بوده خیلی به کارش علاقه داشته و اگر نمیخواسته بره حتما خبر میداده اگه الان نرفته و خبر هم نداده حتما یک اتفاق بدی افتاده زنگ میزنن به پلیس بلا فاصله بعد از اینکه از بیمارستان خبر میرسه که آنیتا نرفته اونجا تماس میگیرن با پلیس و گزارش گم شدن دخترشون رو ثبت میکنن یعنی بعد از ظهر سوم فوریه الان پلیس با یک گزارش گم شدن طرف بوده و باید تلاش میکرده تا آنیتای 27 ساله رو پیدا بکنه ولی گزارش گم شدن آنیتا رو اینجا داشته باشیم بیایم یک مقداری جلوتر و برسیم به گزارش دیگه ای که به پلیس داده میشه در چهار فوریه یعنی فردای روزی که گزارش گمشدن آنیتا ثبت شده چهارم فوریه یک گاودار محلی به اسم جان میره تا به گاوداری سر بزنه خونه و گاوداری جان توی هاشیه شهر پراسپکت بوده وقتی که میرسه به گاوداریش متوجه میشه که بیشتر گاوهاش جمع شدن دور یک نقطه ای و رفتار مشکوکی از گاوها بوده میره جلو ببینه که خب گاوها دور چی جمع شدن و وقتی که نزدیک میشه متوجه میشه که جسد یک زن رو زمین افتاده همونجا تماس میگیره با پلیس و پلیس میاد تا ببینه که با چه چیزی قرار مواجه بشه وقتی که پلیس میاد متوجه میشه جسدی که روی زمین افتاده جسد یک خانومه که کاملا برهنه است هیچ کدوم از متعلقاتش همراهش نیست یعنی نه لباساش هست نه کیفش هست و نه کفشش مشخص بوده که جسد به شدت کتک خورده به شدت آسیب دیده به خاطر اینکه تمام اعضای بدنش کبود شده بوده ضمن اینکه قرق خون بوده به شدت آسیب دیده بوده این جنازه و در کنار اون معلوم بوده که کتک خیلی زیادی هم خورده در کنار کبودی هایی که روی جسد وجود داشته ابروها شکسته بوده گونه شکسته بوده دست ها شکسته بوده و این نشون میداده که این خانم قبل از اینکه کشته بشه به شدت کتک خورده روی رون و روی پاها اثر جراحت سیمخاردار وجود داشته دور این گاوداری سیمخاردار وجود داشته و به نظر می رسیده که این جسد بیحال را رو از روی سیمخاردار رد کردن و توی این انداختنش از بیرون به داخل گاوداری سیمخاردارها رون و پای جسد رو زخمی کردن. در کنار این آسیب هایی که براتون تعریف کردم گوش جسد بریده شده بوده گلوش بریده شده بوده انگشتای دستش بریده شده بوده تصور پلیس این بوده که احتمالا وقتی که میخواستن گلوش رو ببرن داشته با دستش تلاش میکرده تا جلوی چاقو رو بگیره و این بریدگی که روی دست ایجاد شده روی انگشتا ایجاد شده به خاطر مقاومت برای زنده موندن ایجاد شده گلوش انقدر شدید بریده شده بوده که تقریبا میشه گفتش که سرش از بدنش جدا شده بوده علت اصلی مرگ هم همین بریدگی گلو بوده و گفتم انقدر این بریدگی عمیق بوده که تقریبا سر از بدن جدا شده بوده در کنار همه اینها به جسد تجاوز هم شده بوده و آثار تجاوز روی جسد وجود داشته جسد را منتقل میکنند به پزشکی قانونی و الان پلیس باید اولین کاری که میکرده این بوده که هویت جسد رو مشخص بکنه یکی از افسرهای پلیسی که اون روز رفته بوده سر این صحنه قتل به کاراگاه پرونده میگه که دیروز در بلکتاون یک گزارش گم شدن یک دختر 27 ساله ثبت شده اطلاع داشته که گزارش گم شدن آنیتا رو پدر و مادرش ثبت کردن عکس آنیتا رو میاره نشون این کاراگاه پلیس میده و کاراگاه میگه که به احتمال زیاد چیزی که من از این عکس میبینم تطابق داره با چیزی که دارم از جسد میبینم و احتمالا جسد متعلق به آنیتاست اما باید هویت جسد رو تایید میکردن گفتم که جسد برهنه پیدا شده بوده و چیزی از متعلقات همراهش نبوده بجز حلقه ای که به دست مختول بوده و از دستش خارج نشده بوده حلقه رو برمیدارن و میرن سراغ پدر و مادر آنیتا حلقه رو نشون اونها میدن پدر و مادر و خواهر آنیتا تایید میکنن که بله این حلقه حلقه ازدواج آنیتا است و از پدر آنیتا میخوان که بیاد به پزشک قانونی تا هویت این رو تشخیص بده و تایید بکنه که آیا جسدی که پیدا کردن متعلق به آنیتا هست یا نه وقتی که گری میاد و توی سردخونه مواجه میشه با جسد آسیب دیده ی دخترش خیلی صحنه بدی رقب میخوره گری پاها شل میشه میفته روی زمین به پهنای صورتش گریه میکرده ولی خب چیزی که دیده بوده رو نمیتونسته منکر بشه جسدی که پیدا شده متعلق به دخترشون آنیتای 27 سال است که به طرز وحشیانه هم به قتل رسیده بعد از تایید شدن هویت آنیتا کم کم خبر این اتفاق پخش میشه و به گوش همکارا و دوستا و آشناهاشون هم میرسه. الان پلیس یک پرونده قتل داشته که باید اون رو بررسی میکرده و تلاش میکرده تا این پرونده رو حل بکنه. اما قبل از اینکه به تلاش های پلیس برسیم اجازه بدید که یک نکته جالب رو توی پرانتز براتون بگم یکی از همکارهای آنیتا به اسم خانومی، یک خانومی بوده به اسم لین اون شب با آنیتا رفته بوده رستوران همون شب آخری که اینها رفته بودن یک رستوران لبنانی میگه که من خواب دیدم همون شب که آنیتا به من گفتش که داشتیم صحبت میکردیم توی خواب آنیتا به من گفتش که من فردا قرار نیست بیام سر کارا من بهش گفتم که چرا نمیخوای بیای به من گفتش که آخه دارم میمیرم وقتی که از خواب پریدم ساعت نزدیک یازده شب بود و دقیقا پزشکی قانونی تایید کرده که زمان مرگانی تا بین یازده تا یازده نیم شب بوده این نکته توی پرانتز هم یکی از نکات جالب و عجیب این پرونده است برگردم سر پلیس تا ببینیم که چطور میخواد این پرونده جنایی رو حل بکنه خب ما میدونیم که توی این مقاطع و توی این پرونده ها اولین کسی که پلیس میره سمتش و سراغش کسیه که رابطه احساسی و جنسی داره با مقتول دیگه و در این کیس آنیتا باید بره سراغ جان همسرش جانی که در کنار اینکه حالا همسرش هست و میتونه یک مزنون مهم باشه یک سری اختلافات هم این اواخر با آنیتا داشته یه مدتی رو از همدیگه دور بودن و خیلی از نظر پلیس مزنون درست درمونی به نظر می اومده میرن سراغ جان و جان رو میارن اداره پلیس عملا تمام تصور پلیس این بوده که جان مقصر این اتفاق و مجرمه شروع میکنن ازش بازجویی کردن نه به شیوه خاص و به شیوه مرسوم بهش میگن که همون اول میگن که ببین ما میدونیم تو این کارو کردی اعتراف کن به نفعت برا تخفیف میگیریم و از این جنبه وارد بازجویی میشن انقدر تحت فشار می میذارن جان رو انقدر روش کار میکنن خود جان میگه که حتی یه جاهای فیزیکی با هم برخورد میکردن انداخته بودنم رو زمین و این داستانه حالا نمیدونم چقدر این اظهارات میتونه درست باشه ولی خب حرفیه که جان زده انقدر روی جان فشار میارن انقدر فشار میارن که اون زیر بار این فشارها اعتراف میکنه یعنی از سر درماندگی اعتراف میکنه میگه آره من بودم که این کار رو کردم ولی همزمان در کنار اتاق بازجویی و آدمهایی که توی اتاق بازجویی بودن یه عده پلیس دیگر هم داشتن رفتارها و حرکات آنیتا رو در روزی که گم شده زیر نظر میگرفتند و از طریق دوربین های مدار بسته تلاش میکردن بفهمن کجا رفته چیکار کرده و این داستان ها همون عده وقتی که جان رو پیدا میکنن و به جان میرسند، تلاش میکنن تا رفتارهای جان رو هم پیدا بکنن کارهایی که انجام داده و تطابق بدن با جاهایی که آنیتا بوده گروه دو و متوجه میشن که اصلا امکان نداشته که جان بتونه توی قتل آنیتا نقش داشته باشه با وجود این که جان اعتراف کرده بوده که اون انجام داده این قتل رو و اون مقصر اتفاقه پلیس متوجه میشه که جان بیگناهه و جان زیر بار فشار اعتراف کرده به خاطر همین اون رو ول میکنن و برمیگردن سر نقطه شروع تلاش میکنن بتونن یک سر نخی پیدا بکنن که این پرونده رو باهاش حل بکنه من گفتم که پلیس داشته دوربین های مداربسته رو چک میکرده ولی شما این رو در نظر بگیرید که قتل 1986 اتفاق افتاده مگه چقدر اصلا دوربین مداربسته وجود داشته بر فرض اینکه پلیس بخواد تلاش بکنه و تصاویر تمام دوربین های مدار رو هم به دست بیاره خیلی تعدادشون قرار نیست زیاد باشه و قطعا نقاط کور بسیار زیادی در این مسیر وجود داره که آنیتا از اونها عبور کرده حدود 20 تا کاراگاه داشتن روی پرونده کار میکردن و پیش خودشون فکر میکنن که ما بریم به همون گاوداری و به همون چراگاهی که جسد پیدا شده بگردیم ببینیم که آیا میتونیم یک اثر انگشتی یک رد پای یه چیزی پیدا بکنیم که این پرونده رو بشه باهاش پیش برد یا نه این تلاش های پلیس رو داشته باشید یک اتفاق مهم دیگری در پرونده میفته 6 فوریه یعنی دو روز بعد از پیدا شدن جسد آنیتا به طرز نامعلومی اطلاعات پرونده پزشکی قانونی آنیتا درس پیدا میکنه و میرسه دست یکی از مجریای رادیو اسم جان لاوز این آقای جان مجری رادیو بوده ور میداره پرونده پزشکی قانونی آنیتا رو توی پخش زنده رادیو میخونه ما میدونیم که چقدر جزئیات وحشتناکی داشته این اتفاق و جان پیش خودش فکر میکرده که با این خوندن این گزارش توی رادیو من شاید بتونم یک جو عمومی ایجاد بکنم و مردم اگه متوجه بشن که چقدر بلا سر این دختر اومده بیان کمک بکنن تا الان تا 6 فوریه تقریبا هیچ گزارشی به دست پلیس نرسیده بوده که بتونه به پیشبرد پرونده کمک بکنه و جان خیلی امیدوار بوده که این کاری که داره انجام میده به پلیس کمک بکنه البته که درست هدف جان یک هدف خوب بوده ولی تصورش رو بکنید که برای خانواده آنیتا این اتفاق چقدر دردناکه خب اونها دیده بودن جسد دخترشون رو دیده بودن چقدر این جسد آسیب دیده چقدر این بدن آسیب دیده و الان جزئیات این اتفاق رو داشتن از رادیوی سراسری گوش میدادن و همه مردم داشتن میشنیدن قاعدتا برای خانواده خیلی این اتفاق دردناک بوده ولی خب جان به هر حال این کار رو انجام داده بوده جان اون مجری رادیو این اتفاق میفته و باعث میشه که واقعا هم یک سیل عمومی شکل بگیره برای اینکه آدم ها اگر خبری دارن اگر اطلاعی دارن بیان به پلیس گزارش بدن پلیس توی اون چراگاه که چیزی دستش رو نگرفته چشم بسته به همین گزارشات مردمی حتی میاد یه سری فیلم درست میکنه یک افسر پلیس رو یک لباس مبدلی شبیه به آنیتا میپوشونن تلاش میکنه که رفتارهای آنیتا رو توی خیابون توی اون قطاری که اومده بوده از سیدنی به بلکتاون بازسازی بکنه این رو ضبط میکنن و فیلم رو توی تلویزیون به نمایش میذارن که حتی اگر کسی این رفتارها رو دیده حافظش یهو یک جرقه ای بخوره و بتونه به یاد بیاره که آیا آنیتا رو دیده و بیاد پیش پلیس گزارش بده یک جایزه هزار دلاری هم در نظر گرفته بودن برای اطلاعاتی که بتونه منجر به دستگیری قاتل یا قاتلین بشه اما با وجود این تلاش هایی که پلیس داره میکنه هیچ اطلاعات مفیدی به دست پلیس نمیرسه اطلاعات مفید قبل از اینکه جسد آنیتا پیدا بشه به دست پلیس رسیده بوده و یک گزارش ثبت شده بوده. باید برگردیم به دو فوریه قبل از اینکه جسد آنیتا پیدا بشه و دقیقا وقتی که آنیتا گم شده. یک پسر 16 ساله ای به اسم استیون با مادرش توی یک خونه زندگی میکردن توی خیابونی که دقیقا مسیر آنیتا بوده که بخواد از ایستگاه راهن بره خونه پدر و مادرش. اون استیون میبینه که هلوهش ساعت ده شب یهو سر و صدا میاد تو خیابون صدای جیغ یک دختری میاد و اون میپره بیرون میبینه که چند تا مرد دارن تلاش میکنن که یک دختر رو به زور سوار ماشین بکنن این کار رو هم میکنن و وقتی که ماشین میاد از جلوی استیون رد میشه میبینه چند نفری که عقب نشستن انقدر بالا که کلشون داره میخوره به سقف ماشین به نظر میاد که انگار روی یک چیزی نشستن و ما الان میدونیم که اونها آنیتا رو دزدیده بودن و روی آنیتا نشسته بودن و داشتن با ماشین فرار میکردن خود استیون که با پای پیاده نمیتونسته بدو دنبال این ماشین ولی همون زمان یکی از همسایه هاشون با ماشین میاد استیون میپره تو ماشین این همسایه براش داستان رو تعریف میکنن و با ماشین همسایه شروع میکنن ماشین آدم دوست ها رو تعقیب کردن حرکت میکنن یه مقداری میرن و نزدیک های پراسپکت نزدیک همون جایی که اون گاوداری قرار داشته ماشین رو گم میکنن همینطوری که داشتن میچرخیدن یه هم میرسن به یک هلدن سفید رنگ همون ماشینی که استیون دیده بوده که ماشین کنار خیابون پارک بوده و چیزی و کسی داخلش نبوده از ماشین پیاده میشن استیون و اون همسایشون توی ماشین رو نگاه میکنن میبینن کسی نیست با چرا قوه نور میندازن اطراف رو نگاه میکنن و میبینن کسی نیست سوار ماشین میشن برمیگردن به اداره پلیس و گزارش چیزی که دیده بودن رو ثبت میکنن با توجه به اینکه شب بوده و نور کافی نبوده استیون نتونسته بوده پلاک ماشین رو ببینه حتی پلیس هیپنوتیزمش هم میکنه ولی باز هم پلاک رو ندیده بوده که بخواد به خاطر بیاره فقط میدونستن که یک هلدن سفید رنگ بوده که نزدیک جایی که جسد پیدا شده دیده شده این گزارش استیون رو داشته باشید وقتی که پلیس میدونسته باید دنبال یک هلدن سفید رنگ بگرده یکی از خبرچین های پلیس میاد پیش پلیس و میگه که من به تازگی شنیدم که سه نفر یک هلدن سفید رنگ رو دزدیدن این سه نفر کیا بودن جان تراورز 18 ساله، مایکل مرداک 18 ساله و لزلی مورفی 22 ساله. اون خبرچین پلیس میاد میگه که این سه نفر جدیدن یک هلدن سفید رنگ رو دزدیدن خب پلیس اینجا با خودش فکر میکنه که شاید قاتل ها همینا باشن بذارید من سابقه شون رو چک بکنم ببینم آیا سابقه جنایی دارن یا نه و وقتی که این اتفاق میفته و سابقه اونها رو چک میکنن میبینن که بله هر سه نفر اینها دریایی از سابقه جرم و جنایت و جرم خشنن همشون جرم بسیار خشن داشتن سابقه تجاوز توی پروندهشون بوده و خب الان پلیس به یک سرنخ رسیده بوده و سه تا مزنون درست و درمون پیدا کرده بوده 21 فوریه میرن سراغ این سه نفر و سه تاشون رو به جرم ماشین دزدی دستگیر میکنن هنوز نمیتونستن اتهام قتل بزنن بهشون دیگه صرفا به بهانه دزدیدن ماشین میارنشون اداره پلیس و شروع میکنن بازجویی کردن ازشون وقتی که داشتن ازشون بازجویی میکردن اسم آنیتا رو هم مطرح میکنن و وقتی که به جان میگن که نظر در مورد قتل آنیتا چیه یک اکسالعمل عجیبی نشون میده میگه که من گلوی اون هرزه رو نبریدم میدونید جزئیات پرونده ی آنیتا منتشر شده بوده یعنی تقریبا همه میدونستن که گلوی آنیتا بریده شده ولی این عکس جان این خشونت این کینه که نسبت به آنیتا داشته و اون رو هرزه خطاب میکرده از نظر پلیس مشکوک بوده تو اگر این آدم رو نمیشناختی خب این خیلی مظلومانه کشته شده دلیلی نداره که اینقدر جهتگیری بکنی نسبت بهش این حرف از نظر پلیس خیلی مشکوک می اومده با اون دو نفر دیگه هم صحبت میکنن اون دو نفر هم منکر میشن میگن که اصلا ما هیچ اطلاعاتی نداریم خب پلیس الان چیزی دستش نبوده باید اینها رو آزاد میکرده لزلی و مایکل رو به قید وسیقه آزاد میکنه ولی جان چون که قبلا یک سابقه تجاوز داشته و یک متهم فراری بوده اون رو نگه میدارن سابق بر این اون به یک پسری تجاوز کرده بوده پسر کارش به بیمارستان کشیده بوده شکایت کرده بوده از جان و جان الان یک مجرم فراری بوده به خاطر این پرونده میتونن جان رو نگه دارن ولی دو نفر دیگه آزاد میشن و به قید وسیقه البته آزاد میشن وقتی که جان توی بازداشتگاه است به مامورین پلیس میگه که میشه خاله من رو خبر بکنید زنگ بزنید بهش که برای من یه مقداری سیگار بیاره وقتی که پلیس زنگ میزنه و این خاله میاد اسمش جا منتشر نشده این خاله ولی نقش بسیار مهمی توی پرونده داره به خاطر اینکه اسمش منتشر نشده من همینطوری بهش میگم خاله وقتی که این خاله میاد به اداره پلیس میگه که من حدس میزنم که احتمالا جان توی این پرونده دخیل بوده باشه به خاطر اینکه جان خیلی آدم خشنیه خیلی رفتارهای عجیبی در مورد زنان داره حرفهای عجیبی در مورد زنان داره و من به شخص خودم از جان میترسم و حدس میزنم که شاید اون یک ربطی به این پرونده داشته باشه به هر حال این خاله رو میفرستن که با جان صحبت بکنه وقتی که خاله وارد سلول جان میشه یه مقدار اینها با همدیگه صحبت میکنن و وقتی که برمیگرده بیرون خاله از نظر روانی خیلی به هم ریخته بوده به اصطلاح کلپس کرده بوده میاد و به پلیس میگه که جان پیش من اعتراف کرد گفتش که کار اونهاست و سه نفر هم نبودن، پنج نفر بودن. دو تا دیگه از برادرهای لزلی هم همراهشون بودن. یادتونه گفتم لزلی مورفی یکی از سه نفری بوده که ماشین رو دزدیده بوده و الان خاله گفته بوده که برادرهای لزلی مورفی یعنی گری 27 ساله و مایکل مورفی 33 ساله هم توی این قضیه نقش داشتن. اما خب با توجه به اعترافاتی که پیش خالهه کرده بودن خیلی حرفا محکمه پسند نبوده اگه پلیس همین اعترافات رو میبرد به دادگاه خیلی راحت وکلای متهمین میتونستن بگن که داری دروغ میگی و صرفا یک اعتراف شفاهیه که نمیشه بهش استناد کرد به این خاله میگن که چیکار کنیم چیکار نکنیم تو حاضری یه بار دیگه بری با جان صحبت بکنی خاله میگه که آره حاضرم میرم برای سیگار میگیرم و به بهونه سیگار دوباره میرم پیشش و باهاش صحبت میکنم این بار پلیس میاد از این دستگاه های شنود و رکورد به این خاله وصل میکنه و خاله رو میفرستن تا با جان صحبت بکنه اما قبل از اینکه برسیم به اعترافات جان و صحبت که با خالش کرده بذارید یکم کم در مورد این پنج نفری که تا حالا ازشون صحبت کردیم بیشتر براتون بگم تا ببینیم که با چه جور آدم‌هایی طرفیم اول بریم سراغ خانواده مورفی که گفتم سه نفرشون توی این پرونده دخیل بودن بچه بزرگ خانواده مایکل مورفی 33 ساله است بعد گری 28 ساله است و بعد لزلی 22 ساله خانواده مورفی کلا 9 تا بچه داشتن که این سه تا توشون از همه بدتر بودن مایکل که بزرگترین بچه بوده سابقه کیفری خیلی زیادی داشته و اون هم تحت تعقیب بوده قبل از اینکه بخواد دستگیر بشه یکی دیگه از این پنج نفر مایکل مردا که 18 سال است. اون از بچگی افتاده بوده توی جرم و خلاف و دائم از این کانون اصلاح و تربیت میبردنش اون کانون اصلاح و تربیت گفته شده که توی یکی از این کانون ها بهش تجاوز هم شده مایک دوست بچگی جان تراورس بوده و از بچگی جان رو تحسین میکرده به نظر هم میومده که اصلا رئیس این گروه جانه با اینکه از همه کم سن و سالتر بوده اما به واسطه خشونت زیادی که داشته و به واسطه زورگویی زیادی که داشته به نظر می رسیده که همه ازش می ترسن. حتی مایکل 33 ساله از جان 18 ساله می ترسیده. خود جان یکی از هشتا بچه خانوادش بوده و توی بلکتاون به دنیا آمده بوده و همونجا زندگی می کرده. پدرش از تمام بچه ها سو استفاده می کرده و توی یکی از مستندهایی که میدیدم گفتش که پدرش به جان تعرض هم می کرده. البته این پدر وقتی که جان چهار سالش بوده خانواده رو ترک میکنه و جان بعد از رفتن پدرش خیلی زود می افته توی مواد دو مشروب اصلا توی چهارده سالگی دیگه رسما الکلی شده بوده چون پدر بالا سر خانواده نبوده و مادر نمیتونسته خرج خانواده رو بده از سنین کم جان میفته به دزدی کردن دزدی عجیبی هم میکرده میرفته گوسمان و مرغ میدزدیده و میاورده خونه تا مادرش اینها رو بپزه و بتونن در واقع غذا بخورن و از گشنگی نمیرن اما کار عجیبی که جان میکرده این بوده که بعد از اینکه این حیوانات رو میدزدیده با اونها رابطه جنسی برقرار میکرده و بعد اونها رو میکشته و میداده به مادرش یا حالا میداده تا مادرش بکشه حداقل وقتی که کم سن و سالتر بوده این کار رو میکرده و وقتی که پا به سن نوجوانی میذاره دیگه خودش شروع میکنه به کشتن حیوانات یک وسواس عجیبی نسبت به چاقو داشته و لذت میبرده از اینکه حیوانات رو با چاقو بکشه یک بار یک برره رو میدزده باهاش رابطه جنسی برقرار میکنه و در حین رابطه جنسی گلوی این برر رو می بره رو میبره و خودش خیلی عجیب و غریبه شاید اولین بار این فانتزی در ذهن جان اینجا شکل میگیره که در حین رابطه جنسی میشه یک نفر رو کشت برگردیم سراغ خاله خانوم و پلیس تا ببینیم که بعد از اینکه برای بار دوم خاله جان میره پیشش جان چه حرفهایی بهش میزده این رو در نظر داشته باشید که الان به خاله جان یک رکوردر وصله و حرفهایی که بین این دو نفر قرار رد و بدل بشه ضبط میشه اینجاست که تازه رو میشه که چه اتفاقاتی اون شب افتاده بوده این پنج نفر یک ماشین هلدن سفید رو دزدیده بودن و شب دو فوریه شروع میکنن الکل خوردن و مست کردن بعد از اینکه حسابی مست میکنن میخواستن برن مواد تهیه بکنن تا مواد بکشن ولی اصلا پول نداشتن پیش خودشون میگن که خب ما بریم سوار ماشین بشیم و این ماشینی که دوز دیدیم و بگردیم ببینیم که کسی رو پیدا میکنیم خفتش بکنیم یا چیزی پیدا میکنیم بدزدیم تبدیل به پولش بکنیم و بعد با پولش بریم مواد بخریم میان سوار ماشین میشن میبینن ماشین بنزین هم نداره خیلی نگشته بودن که آنیتا رو توی خیابون میبینن اون رو به زور سوار ماشین میکنن همونطوری که گفتم استیون دیده بوده که چند نفر دارن آنیتا رو میدوزدن اون رو به زور سوار ماشین میکنن همونجا توی ماشین شروع میکنن به کتک زدنش و تعرض کردن دهانی به اون و میرن به یک پمپ بنزین از پولی که آنیتا داشته بنزین میزنن و راه میافتن میرن به سمت اون چراگاهی که ما میدونیم جسد آنیتا اونجا پیدا شده توی ماشین مکررن به آنیتا تجاوز میکنن بعد اون رو از ماشین پیاده میکنن سعی میکنن که اون رو از روی سیم خاردارها رد بکنن و بندازن توی اون چراگاه میدونیم که پاهای آنیتا آسیب دیده بوده وقتی که داشته از روی سیم خاردار رد میشده و اینجا توی چراگاه بودن که استیون و همسایهشون سر میرسن وقتی که آنیتا میبینه نور ماشینی که داره نزدیک میشه و کسی پیاده شده و داره نور میندازه شاید یک امیدی بهش دست داده بوده که زنده بمونه ولی وقتی که این همسایه و استیون ناامید میشن و برمیگردن و میبینه آنیتا که نور داره کم و کمتر میشه متوجه میشه که احتمالا دیگه باید دست از این زندگی بکشه و به مرگ سلام بکنه حال آنیتا واقعا اون لحظه ها حال عجیب و غریبی بوده توی زمانی که استیون اومده بوده اینها قایم شده بودن دهن آنیتا رو گرفته بودن و به خاطر همین استیون اونها رو ندیده بوده خیلی آنیتا تلاش میکنه که اینها رو منصرف بکنه توی ماشین خیلی از التماس میکنه میگه که من پول زیادی ندارم من متعهلم حتی میگه که من توی دوران پریودمم هم که ولش بکنن ولی اینها اصلا بیخیالش نشده بودن توی چراگاه لباسهاش رو از تنش کامل در میارن به شکل وحشیانه همگی شروع میکنن تجاوز کردن به آنیتا و وقتی که یک ساعت تقریبا طول میکشه این کارشون توی این یک ساعت کتکش میزنن بهش تجاوز میکنن با چاقو اذیتش میکنن گوشش رو بریده بودن یک مقداری سینش رو بریده بودن اون کسی که صاحب چراگاه بوده خونش هم همون نزدیکی ها بوده میگه که من صدای جیغ و صدای آدم ها رو میشنیدم از بیرون ولی خیلی وقتا پیش میومد که جوون ها میومدن اون ته چراگاه من شروع میکردن الکل خوردن و مست کردن و مهمونی گرفتن و من فکر کردم که این صدا یکی از همون مهمونی هاست که جوون ها میان میگیرن ولی خب صدا صدای آنیتا بوده به هر حال بعد از یک ساعت که کارشون با آنیتا تموم میشه متوجه میشن که نمیتونن اون رو زنده بذارن به خاطر اینکه خب چهرهشون رو دیده بوده دیگه اگر زنده میذاشتنش میرفته پیش پلیس و شهادت میداده بقیه اون چهار نفری که اونجا بودن جان رو تشویق میکنن که برو و سرش رو ببر ج... هی بهش میگفتم برو کاری که مخصوص به خودت رو بکن و با توجه به سابقه ای که ما از جان میدونیم اون خیلی به بریدن سر علاقه داشته خلاصه جان میره روی کمر آنیتا میشینه موهاش رو میگیره و با چاقویی که داشته گلوی آنیتا رو میبره و بعد لباس ها و وسایل آنیتا رو بر میدارن میان سوار ماشین میشن میرن به خونه جان لباس ها رو توی حیات خونه جان آتیش میزنن بعد ماشین رو میبرن تو یک منطقه جنگلی و رها میکنن دو تا از منابع من دو تا حرف مختلف زده بود یکیشون گفته بود که ماشین رو رها میکنن و دیگری گفته بود که ماشین رو آتیش زدن حالا به هر طریقی بوده ماشین رو رها میکنن یا آتیش میزنن و بعد هر کدوم برمیگردن سر خونه زندگی خودشون تا بالاخره پلیس اونها رو پیدا میکنه و دستگیر میکنه وقتی که خاله جان این اعترافات رو ضبط میکنه و میاد پیش پلیس میگه که میخواید برم با بقیهشون هم صحبت بکنم خیلی در واقع دل و جرأت به خرج داده بوده خاله جان میره با مایکل مرداک هم صحبت میکنه میگه که من پیش جان بودم و جان اعتراف کرده پیش من و همه حرفا رو زده و مایکل هم حرفای جان رو تایید میکنه الان پلیس دیگه تقریبا اعترافاتی که لازم داشته رو به دست آورده بوده میره سراغ اون سه نفر اولی که بازداشت کرده بوده جان که در اختیار خودش بوده مایکل مرداک و لزلی مورفی این سه نفر رو دستگیر میکنه و وقتی که میخواد بره سراغ گری مورفی و مایکل مورفی متوجه میشه که این دو نفر فرار کردن یه مقداری طول میکشه تا بخواد دنبال گری و مایکل مورفی بگرده و اونها رو دستگیر بکنه در این حین این سه نفر رو بر میداره این سه نفری که دستگیر کرده میبره به چراگاه تا صحنه قتل رو برای پلیس بازسازی بکنن وقتی که از بازسازی صحنه برمیگردن اخبار به سرعت پیچیده بوده دیگه و ما میدونیم که یک جو عمومی علیه این قاتلین شکل گرفته بوده تعداد بسیار زیادی آدم جلوی در اداره پلیس تجمع کرده بودند و همشون خواستار اعدام مسببین این اتفاق بودند البته که حکم اعدام یک سال قبل از دستگیری اینها و قبل از این اتفاق در استرالیا لغو شده بوده ولی به هر حال مطالبه عمومی اعدام این آدمها بوده خلاصه که پلیس سه نفر رو در اختیار داشته و داشته تلاش میکرده تا گری و مایکل مورفی رو هم پیدا بکنه که متوجه میشه که توی سیدنی اینها توی یک خونه قایم شدن وقتی که میره بالا سر اینها مایکل رو اول میبینه مایکل مورفی که خودش هم سابق بر این فراری بود نه تنها به خاطر این جرم به خاطر جرمی که قبلا مرتکب شده بوده وقتی که مایکل رو میبینه میبینه که یک بچه بغلش اصلا معلوم نبوده این بچه رو از کجا آورده و مشخص نمیشه که بچه متعلق به چه کسیه که دست مایکله بچه رو میگیرن میدن به خدمات اجتماعی مایکل رو دستگیر میکنن و میرن سراغ گری گری داشته تلاش میکرده که فرار بکنه یه مقداری تعقیب و گریز میکنن و وقتی که گری رو دستگیر میکنن انقدر ترسیده بوده که خودش رو خیس میکنه خیلی اتفاق عجیبی افتاده ولی دیگه الان پلیس کارش تمومه پنج نفری که متهم این پرونده بودن رو دستگیر کرده و اعترافات هم که داشته الان فقط باید اینها رو میفرستاده به دادگاه تا توی دادگاه به جرم‌های اونها رسیدگی بشه جرم‌هایی هم که متوجه این پنج نفر بوده آدم ربایی تجاوز و قتل بوده در کمال تعجب هر پنج نفر اینها ادعای بیگناهی گناهی میکنن و قرار میشه که دادگاه براشون تشکیل بشه اما واقعا چند ساعت مونده به برگزاری دادگاه جان میاد ادای گناهکاری میکنه و تقصیرش رو میپذیره در این پرونده و برای جان حبس ابد بدون امکان درخواست آزادی مشروط میبرن الان اون چهار نفر دیگه باید توی دادگاه دادگاه حضور پیدا می کردن تا به جرمهاشون رسیدگی بشه. در مارس 1987 دادگاه اینها برگزار میشه و توی دادگاه خاله جان علا رقم تهدیدهایی که شده بوده تهدیدهای جانی که شده بوده میاد توی دادگاه و شهادت میده و این چهار نفر توی کل فرایند دادرسی خیلی نرمال خیلی آروم و خیلی بدون استرس نشسته بودن و داشتن میخندیدن توی دادگاه بالاخره بعد از تموم شدن دادگاه در جون 1987 هر چهار نفر اینها برای اتهاماتی که بهشون وارد شده بوده گناهکار تشخیص داده میشن و برای هر کدوم یک حبس ابد بدون امکان درخواست آزادی مشروط بریده میشه و فرستاده میشن زندان خب ما میدونیم که هر پنج نفر اینها فرستاده شدن زندان و قرار نیستش که تا آخر عمرشون از زندان بیرون بیان الان که سال 2024 چهار تای اونها هنوز توی زندانن به جز مایکل مورفی که از همه بزرگتر بود که توی زندان فوت کرده مایکل مورفی سال 2019 در 66 سالگی به خاطر سرطان کبد در زندان جونش را از دست داده ولی چهار نفر دیگه هنوز زندان و دارن دوران محکومیتشون رو میگذرونن پدر و مادر آنیتا هم الان سال 2024 هر دوشون فوت شدن پدر آنیتا سال 2008 در 90 سالگی فوت میکنه و مادر آنیتا هم در سال 2013 فوت میکنه این دو نفر یعنی پدر و مادر آنیتا با همکاری خانواده یکی دیگه از قربانی های قتل در استرالیا یک سازمانی رو تشکیل دادن به اسم گروه حمایت از قربانیان قتل و دارن تلاش میکنن کسانی که اعضای خانوادهشون کشته میشن به باقی ماندگان این اتفاق کمک بکنن تا بتونن با این اتفاق یه جورایی کنار بیان الان ما تقریبا سرنوشت تمام آدم هایی که توی این پرونده دخیل بودن رو میدونیم اما یک کاراکتر دیگه هم داشتیم جان همسر آنیتا جان بعد از اینکه آزاد میشه و اتهامات از روش برداشته میشه دو سه روز بعد از کشته شدن آنیتا انقدر فشار روانی روش زیاد بوده که رو میاره به هروئین و معتاد میشه الان که سال 2024 ایم تونسته به اعتیادش غلبه بکنه دو بار بعد از این اتفاق ازدواج کرده و دو تا بچه داره و یک سال بعد از کشته شدن آنیتا فامیلیش رو از کابی تغییر داده بوده به فرانسیس میگفته که من نمیتونم زیر این بار دووم بیارم هر بار که میخوام برم بیرون همسایه ها به یک چشم دیگه نگاه میکنن، خبرنگارها دنبالم میکنن و نمیخوام این اتفاق برام بیفته. سال 2013 بعد از این همه سال برای اولین بار میاد و توی یک مستند مصاحبه میکنه و داستان رو تعریف میکنه و از خاطراتش میگه. میگه که من فامیلیم رو که عوض کرده بودم به بچه هامم نگفته بودم چه اتفاقی برام افتاده. تا سال 2013 یه بار تو خونه نشسته بودم، یه مستند تلویزیون داشت نشون میداد از آنیتا. وقتی که مستند رو داشتم نگاه می کردم بچه ها من بودن یه زدم زیر گریه و شروع کردم گریه کردن و یه جوری گریه می کردم که دیگه بچه ها متوجه شدن یه ربطی بین من و آنیتایی که داره مستندش پخش میشه وجود داره اونجا دیگه داستان رو برای بچه ها تعریف کردم و گفتم که آره من جان کابی هم فامیلیم رو عوض کردم و توی این سالها نتونستم با هویت واقعیم کنار بیام اما پسر جان انقدر کمکش میکنه که اون سال 2016 تصمیم میگیره که فامیلیش رو برگردونه به کابی پسرش هم البته فامیلیش رو برمیگردونه به کابی و واقعا باید بگم که پسر جان خیلی تلاش کرده بوده که کمک بکنه به پدرش که با این حقیقت و با این واقعیت کنار بیاد. در حال جان هم الان زنده است و داره در کنار بچه هاش زندگی میکنه. پرونده امروز به پایان خودش رسید از اون پرونده های عجیب و غریب بود که پنج نفر وحشیانه و واقعا دور از شعن انسانی مثل یک حیوان حمله کرده بودند به یک دختر مظلوم بیدفاع و اون رو به شکل وحشیانه ای به قتل رسونده بودند اگر شما هم نظری در مورد این پرونده دارید همین الان زیر همین ویدیو برام کامنت بذارید ما خیلی خوشحال میشیم که کامنت های شما رو میبینیم زیر ویدیو و شک نکنید که همه اونها رو میخونیم دمتون گرم اگر این ویدیو رو دوست داشتید یادتون نره که لایکش بکنید با دوستان دیگهتون به اشتراک بذارید مجموع این کارها باعث میشه که کانال ما رشد بکنه و خیلی اتفاقات خوبی براش بیفته دمتون گرم که تا این ثانیه های پایانی ویدیو با من همراه بودید امیدوارم هر جا که هستین صحیح و سلامت باشید